جاری شد و راه مهیا شد که پادشاه جلال، این سرور سلامتی، به وسیله کلامش در قلب‌های تک تک ما رخنه کنه. پس دوباره اعلام می‌کنم که فیض و سلامتی بر تک تک شما عزیزانم باد. فیض و سلامتی و عزیزانی که همراهان همیشگی ما هستن از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف، فیض و سلامتی بر تمامی کلیساهای جهانی، بدن زیبای مسیح در هر نقطه از این دنیا، فیض و سلامتی باد. آمین. امروز به یاری خدا میخوایم با همدیگه به شناخت عیسی مسیح از طریق یکی از نام‌های استثنایی و مبارکش برسیم. از میان 200 نام و القاب شگفت‌انگیزی که خداوند ما عیسی مسیح داره و در کلامش به او اشاره شده، من فکر میکنم هیچ نامی مثل سرور سلامتی، شاهزاده سلامتی برای این دوره از زمانه که داریم زندگی میکنیم مفید نخواهد بود. احساس میکنم این اسم شاهزاده سلامتی مثل اون بلسان شفابخشه که روح و روان خسته ما رو و نیازمند ما رو امروز میتونه سیراب کنه. ایمان دارین عزیزان؟ امیدوارم که اون انسان باطنی تک تک ما در برابر این نام عظیم و استثنایی او واکنش صحیح نشون بده، اون واکنشی که در خور و لیاقت این شاه شاهانه، چرا که خداوند نامی به عیسی مسیح بخشید که فوق از جمیع نام ها بود، که هر زانویی باید در حضور او خم شه و هر زبانی اعلام کنه که عیسی مسیح خداونده برای تمجید خدای پدر. آمین. و این به معناییه، به یه معناییه که خدا اینطور صلاح دونسته، اینطور اقتدارانه این نام عظیم رو به او داده که تمامی خلقت، عزیزان، تمامی خلقت در آسمان و در زمین، تمام ریاست ها، تمام قدرت ها، تمام قوت ها، تمامی سلطنت ها، نه فقط در این عالم بلکه در عالم آینده، در هر عالمی که وجود داره باید در برابر این نام عظیم واکنش نشون بدن. تمام آن سلول های هستی، آنچه که در کل جهان طراحی شده، باید در مقابل نام عظیم و عزیز عیسی مسیح خداوند واکنش نشون بده. باور میکنین که اینطوره؟ چون خداوند اینطور اراده نمود. تمام آنچه که الان در فضای نادیدنی که الان فکر میکنیم نیست ولی هست، آنچه که در این فضای نادیدنی در حال تردده، آن خیالات، آن چیزهایی که در ذهن ما ترس، شک، هر چیزی که هست در دنیای نادیدنی در حال تردده، هر خیالات، هر بلندی، هر پستی که میخواد خلاف شناخت خداوند ما عیسی مسیح خود رو در اذهان ما برافرازه، در نام مقتدر عیسی مسیح باید به زیر افکنده بشه. آمین. میتونم بگم عملی ترین پیامی که میتونه باعث بلوغ روحانی تک تک ما بشه اینکه عیسی مسیح رو بشناسیم، نام عظیمش رو بشناسیم. عملی ترین پیامی که میتونه مذبح های دعا و شفاعت ما رو که در این سال میخوایم مرمت رو بنا کنیم با قوت نام عیسی مسیح اینه که این نام عظیم و استثنایی رو بشناسیم. عملی ترین پیامی که میتونه بت‌های ذهنی ما رو، پیش‌فرض‌های اشتباه ما رو به زیر بندازه این شناخت نام عیسی مسیحه. عملی ترین پیامی که از پیروان عزیز عیسی مسیح میتونه پرستندگان در روح و راستی بسازه این نام عیسی مسیح و شناخت این نامه. عملی ترین پیامی که میتونه به ما قدرت و اقتدار بده که پا بذاریم در دنیای ظلمت و بشارت خوشی عظیم رو به نشینندگان در موت و تاریکی بدیم این شناخت نام عیسی مسیح، به خصوص سرور سلامتی.
عملی ترین اعلانی که میتونیم در این فضا بکنیم که تک تک شماها عزیزان هر مشکلی که دارین، هر گره های فکری بالای او، هر کوههای مشکل ما رو بالای او قرار بده، تمامی آن چیزی که ما رو گیر انداخته به زیر قرار بگیره، زیر پاهای ما، شناخت نام عیسی مسیح خداونده. یا آمین جانانه داره یا نه عزیزان؟ اشعیا این سرور انبیا برای توصیف مسیح عیسی خداوند از پنج نام پرجلال استفاده میکنه. در اشعیا باب 9 آیه 6 میگه زیرا برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب، استثنایی، بی همتا، ممتاز، مشیر، پندهنده، مشورت دهنده، نصیحت کننده، خدای قدیر، جنگاوری همیشه پیروز در تمامی اعصار، پدر سرمدی، داره به الوهیت او اشاره میکنه، خدای قادر مطلق و شاهزاده صلح و سلامتی خوانده خواهد شد. عزیزان سرور سلامتی، پادشاه سلامتی، این نام به طور خاص به شخصیت عیسی مسیح داره اشاره میکنه، به ذات مقدس او داره اشاره میکنه، به پادشاهی او و خصوصیت پادشاهی او داره خیلی قوی اشاره میکنه. خدا به قومی که در روزهای تاریکی به سر میبردن در اشعیا باب 9، خدا به قومی که در ترس و لرز زندگی میکردن، خدا به قومی که در عدم امنیت زندگی میکردن، در تاریکی بودن، گفت روزی نوری خواهد درخشید، سلامتی رخنه خواهد کرد در تمامی این اوضاع و شرایطی که شما رو داره پایین میکشه. که صد البته این آیه ذهنای ما رو فراتر از تولد عیسی مسیح خداوند میبره، بلکه اشاره به اون سلطنت هزار ساله عیسی مسیح که شالوم خدا، سرور سلامتی، اقتدار او و خصوصیت این پادشاهی تمامیت دنیا رو در بر میگیره. در زبان عبری سلامتی یعنی شالوم که 421 بار با مفاهیم مختلف در عهد عتیق و عهد جدید قابل رؤیته. اولین باری که خداوند خودشو مکاشفه که یهوه شالوم، خدای سلامتی، خدای آرامی، در داوران باب 6 بود وقتی جدعون در ترس زندگی میکرد، وقتی خدا رو ملاقات کرد و احساس کرد داره میمیره، دیگه هیچی براش نمونده و خداوند گفت سلامتی بر تو باد، نخواهی مرد، نترس، نترس، سلامتی بر تو باد. و در یک آن جدعون در جان خودش جون گرفت و مذبحی ساخت به نام یهوه شالوم، خدای آرامی و سلامتی، که مفاهیمی که در این شالوم هست به نام سعادت، عافیت، سلامتی در روح، جسم، بدن، امنیت، رضایت درونی و به خصوص صلح با خدا و با مردم. انگار یه طوری وقتی از آن این سرور سلامتی به وسیله تولد تازه شروعش اونجاست، در قلب‌های توهی، خالی و لرزان ما قرار میگه، در یک پروسه زمانی که شاید تا اومدن اون طول بکشه، ما این شالوم رو در تمامی ابعادش که همو بیش تجربه میکنیم. تجربه کردین عزیزان در موقع تولد تازه؟ چقدر شهادت های عالی دادیم، بهترین و واضح ترین شهادت هایی که آرامش خدا رو دریافت کردم، امنیت خدا رو دریافت کردم. ولی روزی عزیزان در یه مکانی، در یک جایی که شالوم خدا، سلامتی خدا به طور 100% و کامل اونجا قابل لمس بود و آدم و حوا در اون باغ عدن، در اون حضور خدا که پر از شالوم و سلامتی بود زندگی میکردن، تجربه میکردن، ولی با یک نااطاعتی تمامی این سلامتی، امنیت، صلح، عافیت، خوشی،
آرامش درونی، رضایت، همه چی از اونجا فرار کرد. و این آدم و حوا از اون اتحاد با همدیگه، با نوع بشر، با طبیعت خارج شدن و به جای اون نفاق، دشمنی، جدایی، احساس تقصیر، محکومیت، ترس در وجود این دو نفر رخنه کرد. و از اون زمان تا حالا تمامی خلقت در حال آه کشیدنه، در حال درد سهه که کی دوباره اون شالوم حقیقی با تمامی ابعادش و بنی بشر تجربه میکنه. ایمان دارم عزیزان، ایمان دارم که بزرگترین نیاز هر بنی بشر در روی این کره زمین اینه که عیسی مسیح خداوند رو به عنوان سرور سلامتی بشناسن و در قلبشون با او در اتحاد قرار بگیرن، به خصوص در این دور زمانی خاص که هممون داریم تجربه میکنیم. بیش از هر دوره زمانی دیگه جهان ما دوچار تشویشه، ترسه، ناآرامیه، درماندگی پنهانی، سرگردونی که در درون انسانه. چرا نباید باشه از این؟ خیلی دلایل هست. گرمایش جو زمین که مدت هاست داریم میبینیم که تغییرات ناگهانی به وجود میاره، پایه های لرزان اقتصادی تمامی دنیا رو داریم میبینیم، جنگ های تموم نشدنی خاورمیانه رو میبینیم، تهدید به مرگ برای بنی بشر با حملات اتمی، جنگ های تسلیحاتی. آیا آرامی صلح در این دنیا عزیزان؟ آیا میتونیم تجربه کنیم؟ تعداد فزاینده جوانان ما در ایران، در افغانستان، در همینجا چقدر مبتلا به بیماری های روحی و روانی هستند؟ چقدر معتاد هستن به مواد مخدر؟ این همه منحصر چی عزیزان؟ عدم صلح و سلامتی. با اینکه ساختمان روحی و روانی ما عزیزان جوری طراحی نشده، اصلا اینجوری خلق نشده که انسان این ترس ها و تشویش ها و استراب های دائمی رو تجربه کنه، اینجوری خلق نشده. خدا انسان رو و روانش و روحش رو جوری خلق کرد که در سلامتی باشه، در امنیت باشه. ولی میبینیم جهان اینطور نیست و روز به روز داره وخیمتر میشه و خود خداوند ما به ما هشدار میده که در زمانهای آخر صلح و سلامتی نخواهد بود. و این همه نشانه آمدن عیسی مسیح خداونده. او میاد تا کلیساشو با خودش ببره، او میاد تا امتها رو داوری کنه، او میاد تا شالوم صلح و سلامتی خودشو با پوری در تمامی دنیا برقرار کنه. عزیزان میخوام بگم در جهانی ما داریم زندگی میکنیم که صلح و سلامتی نیست، ولی برای افرادی که قلباشون رو به عیسی مسیح خداوند دادن صلح و سلامتی وجود داره. باور میکنید؟ در هر شرایطی، در هر شرایطی. وقتی شاگردان مضطرب و ترسان بودن از اینکه عیسی مسیح داره میره، چقدر احساس یتیمی میکردن، چقدر احساس بیپناهی میکردن. میتونید تصور کنید تنها کسی بود که آویزونش بودن، تنها کسی که صلح و سلامتی رو از او دریافت میکردن. و عیسی مسیح گفت در یوحنا باب 14 آیه 27 سلامتی برای شما میگذارم. نه یک سلامتی یک چیز عزیزان، سلامتی خودم رو برای شما میگذارم. یک بار که داشتم این آیه رو میخوندم احساس کردم خداوند میگه ببین نه یه چیزی از من بگیر، بلکه داخل این سلامتی بشو، وارد این سلامتی بشو. سلامتی خودم رو به شما میدم، چنان که جهان هرگز نمیتونه به شما بده. دل شما مضطرب و هراسان نباشه. اما عیسی از چه نوع سلامتی صحبت میکرد؟ چه وعده‌ای به شاگرداش داد؟ این چه نوعی بود؟ چه جنسی از سلامتی بود؟ مطمئنا همه ما اطلاع داریم.
عیسی مسیح این شاهزاده صلح و سلامتی در مورد سلامتی صحبت نمی کنه که گاهی میریم نیست کنار دریا، کنار ساحل، کوهستان، هوای خوب، به طور مقطعی اون سلامتی، اون آرامی رو تجربه می کنیم. عیسی در مورد این صحبت نمی کرد. عیسی در مورد سلامتی که با سرگرمی های متفاوت، حتی بعضی مشارکت ها خیلی اولویت داره در زندگیشون، در حالی که سلامتی شده قلبشون نباشه، سرگرمی ها، مهمونی ها، رفت و آمد ها که فقط به طور مقطعی ما رو از اون مشکلاتمون دور میکنه، دوستی هایی که چند سباهی آویزونش میشیم نیست، فقط یک کمی آرامی بیابیم، این نیست. این سرور سلامتی حتی از سلامتی صحبت نمی کنه عزیزان، که در اتاق مشاور میری پیش روان درمان و گذشته تو رو زیر و رو میکنه، خاک اره رو اره میکنه، بعد با یه پرونده زیر بغلت تو رو رها میکنه. عیسی مسیح راجب این سلامتی نمیگه، راجب این سلامتی صحبت نمی کنه که روانشناسا شاید داروهایی بدن که تو رو تو حالت اقما ببرن. او در مورد سلامتی صحبت میکنه که وقتی سرور سلامتی ساکن میشه در قلب تو عزیزان، در هر شرایطی، در هر هیاهوی، در هر میانه میدانی عزیزان، در وادی های تاریک موت، در وادی و خشکی هایی که اشکا جاری میشه، انگار این سلامتی یه جوری امیدی به تو میده که دوباره ادامه بدی. من وقتی اینو میخونم یاد اون دریاچه میفتم که طوفان ها میاد، نی این دریاچه رو موج روش تکون میخوره، ولی یه کمی که پایین بریم عمق دریاچه آرومه، نیست؟ کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره همه این چیزها رو تجربه میکنه، ولی درونش، عمقش یه آرامشه، یه امیدیه که به او قوت میده و تمامی چیزهایی که پیش میاد جلو بره. و این چقدر زیباست، مزمور 84 آیه 6 میگه خوش آب حال مردمانی که قوت ایشان در خداست، خوش آب حال مردمانی که طریقهای خدا در دلهای ایشان است. ایشان، این مردمان، از قوت به قوت میخرامن عزیزان، و روزی در شهر سلامتی، در شهر سلامتی حاضر خواهند شد. داره اشاره به اون سلامتی، به اون سلطنت هزار ساله میکنه، همینجور سلامتی که در این دنیا خداوند به ما میده. عیسی از اون سلامتی صحبت میکنه که منبع لایزال او روح القدسه، که وقتی تمامی وجودمون رو تقدیم او میکنیم، در اطاعت، در تسلیم، وقتی تقدیم او میکنیم، در خودت احساس صلح و سلامتی میکنی، چون که ملکوت خدا، پادشاهی عیسی سلامتیه عزیزان. با نصیحت به دست نمیاد، با دادن اطلاعات تو میتینگ های مختلف شرکت کردن به دست نمیاد، با وصیت به دست نمیاد، بلکه فقط همطور که گفتم با تسلیم و همطور با ایمان این سلامتی باید پذیرفته بشه، دریافت بشه. ایمان دارم و امید دارم که امروز کسی نگه به من چیزی رو بده، چون سرور سلامتی اینجا خرامانه. ایمان دارم فقط تو باید این سلامتی رو دریافت کنی، در اون قسمت هایی که نیاز داری بپذیری با ایمان. یک بار شخصی در لوقا باب 17 آیه 21 از عیسی پرسید سرورم چه وقت پادشاهی تو میاد؟ پادشاهی خدا کی میاد؟ بالاخره انلیش. عیسی مسیح در جواب او گفت ملکوت خدا با دیدن نیست، که اینجا پیداش میکنی اونجاست، در این مکانه، در اون مکانه، نه، سلامتی خدا در قلب توست، در درون توست. وقتی یک تحول درونی میشه، وقتی تو یک معراج درونی به خاطر ملاقات با سرور سلامتی پیدا میکنی، این سلامتی در درون توست، این خصوصیت دیده میشه عزیزان، چون هر جا که پادشاه هست
اونجا پادشاهی هست نیست؟ و خصوصیت این پادشاهی در اعماق قلب توست، احتیاج نیست یه درخت سیب داد بزنی بگی من سیبم سیبم، دیده میشه این سلامتی نیست؟ بعد از زمانهای مدید پولس در رومیان باب 14 آیه 17 میگه ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه بهره مند شدن از عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدسه. عزیزان، حتی مشارکت هایی که ما دنبالشیم خیلی بوت میکنیم، اولویت قرار میدیم. بارها من و پاستور تجربه کردیم چه مشارکت هایی گذاشتیم به خاطر اینکه اون سلامتی حقیقی در قلب ها نبوده، تازه مشکلات بیشتر رخنه کرده. اولویت در سلامتی خداست که در قلب های ما باشه. شاگردان وقتی در اون بالاخانه بودن سلامتی بر اونها بود، در قلب اونها بود که روح القدس اومد. وقتی در اون مشارکت نان و شراب رو میخوردن، عشای ربانی و خداوند ناجیان به کلیسا میافزود، به خاطر اون سلامتی بود که در قلب اونا بود. و در کولوسیان میگه سلامتی خدا بر دلهای شما مسلط باشد، یعنی یه جوری قاضی وجدان تو باشه. سلامتی خدا حکم برانه و قلب تو. چه کار کردی که جلوی آرامی خدا گرفته شده؟ هر آن چیزی که عزیزان اتحاد و یگانگی ما با خدا رو و با دیگران برهم بذاره، آنجا سلامتی وجود نداره. برای همین پولس در اول قرنتیان باب 11 آیه 27 در شام باب شام خداوند میگه پس هر کس خود را امتحان کند، هر کس مسئول فضای درونی خودشه، هر کس خود را امتحان کند. پس چقدر ما نیاز داریم که فضای درونمون رو نه فقط در شام خداوند، بلکه هر لحظه چک کنیم. پس چقدر نیاز داریم عزیزان که این نام رو بشناسیم، با این سرور سلامتی اخت بشیم، او رو نه فقط به عنوان یک اسم برتر از جمیع اسم‌ها، بلکه به عنوان گنج‌های مخفی که توش پر از حکمت آسمانیه. این نام مثل یه گنج مخفی عزیزان که لبریز از حکمته، اینو بشناسیم. اما عیسی مسیح سرور سلامتی، سلامتی خودش از کجا آورد عزیزان؟ آیا عیسی در این 23 سالی که بر زمین زندگی کرد ترد نشد عزیزان؟ زحمت نکشید؟ مورد عناد و مخالفت دشمنان قرار نگرفت؟ مضروب و مبتلا نشد؟ عزیزان منشأ سلامتی عیسی مسیح از کجا بود؟ چرا عیسی مسیح هیچ وقت مثل من مشوش نشد؟ چرا هیچ وقت مثل من وقتی خبر بد میرسید متغیر نشد؟ دست و پاشو گم نکرد؟ چرا عزیزان؟ عیسی، این سرور سلامتی، نه وقتی که افراد، سیل افراد دنبال اون میامدن جاوید شا میگفتن، جو گرفتش که بندر خدا نباشه، نه اون زمانی که پتروس و یوحنا او رو انکار کردن. سلامتی در دل او مسلط بود. حتی زمانی که شاهدین دروغگو به ضد او شهادت دادن. چرا عزیزان؟ سلامتی عیسی مسیح، این پادشاه سلامتی از کجا بود؟ کلام خدا خیلی واضح به ما میگه از رابطه با پدر، من در پدر و پدر در من. او میدونست عزیزان هیچ چیزی، حتی عناد و دشمنی و مخالفت دشمنا، خارج از اراده خدا نیست. یه موقع درد میکشید، یه موقع آه میکشید، یه موقع عصبانی میشد، عصبیتی مقدس نیست، ولی میدونست که همه چی در اراده خداونده. او خوب میدونست حتی روی صلیب، حتی روی صلیب برای او در پدر، این پادشاه سلامتی در
عهد عتیق رو پادشاه سلامتی معرفی میکنه، عهد جدید شاهزاده سلامتی. در پدر این خدای سلامتی، برای او سلامتی وجود داره. اون خالی از کبر و غرور بود، هرگز برای برپایی پادشاهی قابل رویت خودش کاری نکرد، هرگز برای جلال خودش هیچ کاری نکرد. تمامی فکر او این بود که در اطاعت و اراده خدا زندگی کنه. وقتی که به اینجا رسیدم فقط یاد مزمور 131 افتادم که خیلی موقع ها انسان کهنم و با این مهار میکنم. ای خدا، دل من متکبر نیست و نه چشمانم برافراشته که خودم به کارهایی مشغول کنم که بعید باشه از ذهن من، بزرگتر از ظرفیت من، بلکه خودم رو آروم و ساکت مثل نوزادی از شیر بازداشته شده نزد مادر خود قرار میدم. عزیزان دیدین بچه‌هایی که شیر میخورن؟ من چند بار دیدم، نمیدونم شماها دیدین. مخصوصا این صحنه رو من دو سه بار دیدم که تو اون اتاقی که اون بچه داره شیر میخوره، اون مادر شاید در تلاطمه. یادم یه بار دعوا شده بود با خواهر شوهرش، یکی از این خانمایی که بچه شیر میداد، و همینجوری یکی به دو میکردن، ولی بچه داشت شیر میخورد. یادم یه چیکه شیر از این گوشه دهن این بچه جاری شده بود، این پاشو گرفته بود تو دستش اینجوری تکون میداد. میتونین صحنه رو مجسم کنین؟ دیدین؟ اصلا انگار مهم نبود. خدا میخواد اینطور سلامتی به ما بده. عزیزان زمانهای خود من تجربه کردم، با اینکه تولد تازه داشتم، به خاطر اقتناع شدیدی که در ایران به خصوص به ضد مسیحیان بود، در ترس و تشویش خیلی زیادی زندگی میکردم. اون سلامتی روز نجات از من رفته بود، مخصوصا که خیلی عاشق کار بشارت بودم و خیلی در این قسمت فعال بودم و سر نخ از من به دست اومده بود. خونمون، تلفنمون، همه چی تحت کنترل بود و یادم این ترس انقدر زیاد شده بود که شبها نمیتونستم بخوابم. و اون زمان بود که احساس خطر کردم. فقط تنها دعایی که میکنم، ای خداوند، من نیاز به یه ملاقات عمیق‌تر دارم، من نیاز به یه شناخت بیشتری از تولد تازه از تو دارم. شاید چند ماه بود که ایمان داشتم. خدا رو شکر که دوباره این خدایی که حقیقتا اند نیکوییه و رحمته و در گشاده دستی منحصر به فرده به سراغ من اومد، با یه رویای منو برد به فضایی که این اقتدار نام عیسی مسیح، قدرت نام عیسی مسیح رو بشناسم. یادم وقتی از اون فضا بیرون اومدم، انگار یه چیزی تخلیه کرده بود تمامی این ترسای منو. و هیچ وقت یادم نمیره اون زمان بردر زنده یاد بردر ورور عزیز و نازنین یه سرودی میخوند که این سرود خیلی کمک کرد که این بذر مکاشفه در وجود من آبیاری بشه، رشد بکنه. یه موقع ها بود این سرود رو نمیتونستم گوش بدم به خاطر این ترس ها، ولی بعدش عمق اونو فهمیدم و هر دم هر لحظه اینو میخوندم. آرزو میکنم یه روز کلیسای ما این سرود رو بخونه. دوست میدارم نام عیسی، چون مرهمی بحر شفا، ترس هایم گریخته از من، با قدرت نام عیسی، عیسی نام پرجلال، عیسی شاه بی زوال، عیسی مؤمنین خوانند، شکوهش را سرایند، هر دم خواهم نامش گویم، در نام وی لذت جویم، صدایش آرامی بخشد چون او آید سویم. عزیزان هر دفعه که این سرود رو میخوندم، هر دفعه که کلام خدا رو میخوندم، به خاطر اون روشنایی که شده بود، یه جور خودم محبوب خداوند میدونستم، یه عشق خدا رو دریافت میکردم. آمین که تک تک ما از مدل‌های مختلف که خداوند با راه‌های مختلف ما رو ملاقات می‌کنه اینو تجربه کنیم. بعد این آیات رو شبا می‌خوندم، الحال ای خداوند تو محبوب خود رو خواب می‌بخشی، در آرامی می‌خسبم و بر می‌خیزم ای خداوند، چون تو منو تقویت می‌کنی. برای همین از کرورهای مخلوقات که گرداگرد من صف بستن نخواهم ترسید، چون که تو جلال و فرازنده سر من هستی.
عزیزان ایمان دارم که از پنجشنبه ما خیلی دعا کردیم برای عزیزانی که مشکل بیخوابی دارن، ترس، ناامیدی در اونا هست. آمین که در آخر جلسه فرصت باشه این دعا رو برای عزیزانمون که خیلی تو قلب من و خادمینه همجور پاستور عزیز برای شماها بکنیم. عزیزان عهد خداوند با ما عهد حیات و سلامتیه، هیچ وقت اینو یادمون نره. او سلامتی ماست. آمین. همون سلامتی که به وسیله تولدش روی زمین اعلام شد، همون سلامتی که فرشتگان وقتی که شنیدن این بشارت اومدن عیسی مسیح رو اینقدر خوشی عظیم در اونا در گرفت. پاستور در نبوتش اینو یادم انداخت که گفت جلال در آسمان، در بالاترین نقاط آسمان بود و سلامتی در بین مردمان، رضامندی بر زمین و بین مردمان. همان آفتاب تابانی که روزی بر من و تو طلوع کرد و مایانی که از ترس مرگ استراب به خودمون میپیچیدیم، اون سرور سلامتی بر ما طلوع کرد و کلام خدا میگه پاهای ما رو در طریقهای سلامتی گذاشت. الان شما در سلامتی هستیم، پاهای شما هدایت شده به محل سلامتی. آمین. و این میراث ابدی سلامتی رو به شاگردان حقیقی خودش سپرد که تجربه کنن. اول اونو در درونشون، عزیزان سلامتی خدا درونیه، بعد تو بتونی به بیرون اونو منتقل کنی، بعد با هم دیگه. آمین. که امید خیلی بزرگی داریم که در این کلیسا سلامتی خیلی افزون تر به وسیله این شاهزاده سلامتی بین ما و خدا و هم دیگه و ما و دنیای بیرون بشه. آمین. در افسسیان باب 2 آیه 14 میگه زیرا عیسی سلامتی ماست که ما رو که دو بودیم یک کرد، دشمنی و عداوت رو با جسم مبارک خودش نابود کرد و این بشارت سلامتی رو عزیزان به من و تو سپرد. حقیقتاً چه زیباست اون پاهایی که پیک خوش سلامتی رو به دنیا منتقل میکنن. میگن سرور سلامتی زنده است و میتونه در قلب تو سلطنت کنه. آمین. ما همه افراد متفاوتی هستیم، همه با هم نمیتونیم در صمیمیت و خوشبش های نزدیک باشیم، اما از همه با هم خواهریم، همه با هم برادریم، ما یک خانواده هستیم و عیسی مسیح سرور سلامتی در من و تو ساکنه، در بین ما الان ساکنه. آمین. ما با هم برادریم. بگیم ما با هم برادریم. یکم پرقوت‌تر، ما با هم برادریم. آمین. عزیزان یادم وقتی داشتم اینو می‌نوشتم یادم اومد که ابراهیم چقدر زیبا اینو بیان کرد در پیدایش، وقتی نزاع شد بین او و لوط، بین شبانان او و شبانان لوط، اومد جلو گفت التماس با التماس. در آیه 13 باب 13 آیه 8 میگه زنهار که در میان من و تو نزاع نباشد، زنهار که در میان شبانان من و شبانان تو نزاع نباشد. چرا؟ زیرا که ما برادریم عزیزان، زیرا که ما برادریم. بعد گفت التماس میکنم که از من جدا شوی، اگه به چپ بری به راست میرم، اگه به راست بری به چپ میرم. همه چی از ابراهیم شروع شده، ولی او حاضر بود همه چیزا از دست بده، اخلاق حق، همه این چیزایی که حقش بود از دست بده، ولی سلامتی رو نگه داشت و خدا به قایت او رو برکت داد. هر وقت که میگذری از چیزی، داری از الگوی پیروی میکنی که سرمشقش کیه عزیزان؟ ابراهیم، نه فقط عیسی مسیح بلکه ابراهیم. چرا که ما همه یک امید داریم، یک خدا داریم، از یک روح نوشانیده شدیم عزیزان، یک کلیسا هستیم. خدا خدای ماست که پدر خداوند ما عیسی مسیحه و ما یک ابدیت بی پایان با هم خواهیم بود و امروز همه ما حاصل مرگ و قیام عیسی مسیح رو در دست
دسترس داریم، تجهیز شدیم با سرور سلامتی، با روحی که در ما جاری است. همینطور ما با کلیساهای دیگر کلیساهای متفاوت برادران هستیم عزیزان. کلیساهای لیبرال، کلیساهای محافظه‌کار، کلیساهایی که فرقه‌های متفاوت هستن. مهم اینه که اسم هر کدوم ما در دفتر حیات نوشته شده باشه و عیسی مسیح و خداوند و سرور سلامتی میدونیم. ما همه از هر فرقه برادران هستیم. باور میکنین؟ و یه آمین داره؟ آمین. میخوام عزیزان در این پایان، اگه یک کمی حتی این پیام با قلبتون حرف زده، اگه هم حرف نزده اشکال نداره، میستیم با هم دستامونو به هم بگیریم که اعلام کنیم که ما میخوایم یک بشیم، ما میخوایم بپذیریم این سلامتی رو، این صلحو. با شاید نتونیم دستای هم، نمیدونم محدودیته برای گرفتن دستا، باشه دستای بی قیزمونو بلند کنیم. آمین. چون میخوایم دعا کنیم عزیزان، اول برای کلیسای خداوند که در مزمور 122 که منو پوریا جان چقدر دنبالش گشتیم که میگه سلامتی رو اعلام کنین روی کلیساتون، خجسته حال خواهیم بود عزیزان. نه با یکی دو نفر فقط، بلکه سلامتی رو روی کلیسای خداوند، بدن عیسی مسیح اعلام کنیم. میخوایم این دعا کنیم که عافیت باشه و کلیسای آلفا و امگا سلامتی باشه، سلامتی باشه، صلح باشه و خانواده های کلیسای آلفا و امگا سلامتی باشه، صلح باشه. اون صلح درونی، اون صلحی که خداوند نه با چیزهای ظاهریه، بلکه اون صلح درونی که شاید احتیاج به هیچ چیزی هم نباشه، ولی صلح سلامتیه، آشتی درونی با خدا و با همدیگه سلامتی اعلام میکنیم. میخوام با آمینتون این دعا رو همراهی کنیم. سلامتی اعلام میکنیم روی کلیسای آلفا و امگا، روی خانواده ها، روی جوانان کلیسا، روی آینده کلیسا، روی آرزوهای جوانان ما، روی ازدواجهای آینده جوانان ما، دختران و پسران ما. از همین الان عافیت اعلام میکنیم، صلح اعلام میکنیم، سلامتی اعلام میکنیم در نام مقتدر شاهزاده سلامتی. روی اموالمون سلامتی و صلح اعلام میکنیم، روی پرونده های پناهندگی که عزیزانی که در ترس و حول و ولا هن، صلح سلامتی اعلام میکنیم، امنیت اعلام میکنیم. اعلام میکنیم این پرونده ها زیر دستای تو است ای سرور سلامتی. نامه ای که به نام تو مهر امضا بشه، هیچ مخلوقی حتی اشتباهات این پناهجویا نمیتونه او رو عوض کنه. پس صلح و سلامتی اعلام میکنیم. خداوند میگه دل شما ترسان و هراسان نباشد. امسال سالیه که به فراوانی صلح و سلامتی در بین رابطه های ما، در بین خانواده های ما، آنانی که خودشونو میسپرن به این صلح و سلامتی جاری خواهد شد. مثل نهر، میگه آنانی که کلام تو رو میشنون، سلامتی مثل نهر جاری خواهد شد. آمین. سلامتی اعلام میکنیم خداوند روی عزیزانی که خداوند شبها نمیخوابن. اگه از رسانه هایی که چند نفر باشون صحبت کردم، خداوند چقدر این شب بیداری رنج داره، خداوند چقدر این منفی گویی های خداوند خیلی مضر در ذهنهای عزیزان میاد، خداوند تو اجازه دادی تجربه کنم که عمق این درد و که انسان رو به فلاکت میرسونه خداوند تجربه کنم. و الان کسایی هستن خداوند که خاموش و آروم دارن درد میکشن، شاید اصلا روشون نمیشه، شاید براشون عادی شده که شب در آرامش نخسبن. در نام عیسی مسیح، این سرور سلامتی، این سلطان صلح و سلامتی اعلام میکنیم روی افرادی که بیخوابی دارن از هر نقطه ای، آنایی که دورن از مسیح، آنایی که نزدیکن، اعلام میکنیم که خداوند محبوبان خود رو، صنعت دست خود رو، آفریده های خود رو خواب میبخشد، خواب میبخشد. در نام عیسی مسیح از امشب بگین اسم خودتونو، خداوند محبوب خود رو نسرین، خداوند محبوب خود رو فائقه، خداوند محبوب خود رو مهدی،
خداوند محبوب خود را امیر، خداوند محبوب خود را طاهره، خداوند محبوب خود را ملاحت، خداوند محبوب خود را حسین، محمد، خداوند محبوب خود را بتول، گیتی، فاطمه، خداوند محبوبان خود را از امشب خواب میبخشد و اعلام میکنیم اونا به سلامتی میخوابن و در خواب تقویت شده برمیخیزن، زیرا سرور سلامتی روی اونا سایه افکنده. در نام عیسی مسیح برای ناامیدان دعا میکنیم، برای کسایی که افسردگی دارن، برای کسایی که در صلح و ناآرامی درونی هستن، فقط ظاهرشون رو حفظ میکنن. ای خداوند تو میبینی، ای سرور سلامتی تو میبینی، خدایی که بر مشقت و غم مینگری، و این اولین ماه سال 2022 خداوند در نام شاهزاده سلامتی میخوام سلامتی اعلام کنیم. خداوند روی هر بیماری، کسایی هستن که از استخون درد شبانه میخوابن، حالا خداوند داره نشون میده، کسایی هستن که پادرد دارن، کسایی هستن که شب که میشه تپش قلب میگیرن. کسایی هستن که خبرهای بد پزشکی به اونا رسیده، کسایی هستن که در شیمی درمانی، مراحل شیمی درمانی هستن، کسایی هستن که یه عارضه، در نام عیسی مسیح لعنت میکنیم هر بیماری، هر ملکوت شیطان که میخواد روی عزیزانمون اتراق کنه، به جاش پادشاهی عیسی مسیح که صلح، سلامتی و خوشی در روح القدسه روی تک تک عزیزانمون اعلام میکنیم، چون همه با هم در نام عیسی مسیح، این شاهزاده صلح و سلامتی، همه با هم، با هم دیگه در اتحاد و یکدلی دعا کردیم و همه با هم میگیم آمین، 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 در آسمان و زمین آمین.